المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در شرح فقراتی از دعای صحیفه سجادیه به اینجا رسیدیم که امام سجاد علیه السلام در توصیف مقام پیامبر و در بیان زحماتی را که پیامبر خدا در راه تبلیغ دین خدا تحمل کردند که هاجر الی بلاد الغربه و محل نی ان موطن رحله و موضع رجدیه و مسقط رأسه و مأنس نفسه، که همه انس الفتهای قبیلهی و خانوادگی و سرزمینی و وطنی و همه و همه را رها کردن، همه رو، همه الغه ها رو قطع کردن و به معنای واقعی کلمه منقطع الالله شدن. در ادامه فرمود ارادتا منه لإعزاز دینک و استنصارا على اهل الكفر بك، همه اینها برای یک هدف بود، همه این زحمت هایی که رسول خدا تحمل کردند برای یک هدف بود و اون عبارت بود از اعزاز دین تو، که دین تو رو ای خدا سربلند بکند پیامبر. و در مقابل کفار مشرکین یهود ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، و بسیاری از منافقین برای این بود که بخوان نصرتی از عده تربیت شدگان مکتب خود داشته باشند علیه کفار، برای اینکه عده مؤمنین را به گونه تربیت بکنند که برای نصرت دین خدا جانشون رو نثار کنند در مقابل کفار، با تمام قوت و نیرو بایستند تا مانع ترویج کفر و بطالت و جهل و شرک بشد. ارادتا منه لإعزاز دینک، برای که دین تو رو عزیز کنند، برای اینکه استنصارا علی اهل الكفر بک، برای اینکه با زحمات خود عده ای از مؤمنین را تربیت بکند که اینها در راه مقابله با کفر و شرک و نفاق جان خود را نثار بکنند، جهاد بکنند در رکابش، اینها را به نصرت به طلبت خود، یعنی رسول خدا در جانش فقط اعزاز دین خدا بود و میخواست زحماتی بکشد تربیت بکند. یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، تا اینکه این انسانهای مزکا، تزکیه شده، تهذیب شده، انسانهایی که معلم شدن، متعلم شدن به حکمت و به کتاب خدا، اینها انسانهایی باشن که در رکاب رسول خدا باشن و در مقابله با کفر و شرک و الحاد و خرافه بایستند تا دین خدا عزیز باشد. من به شما عرض بکنم که این خطابی است، این یک بیانی است از امام سجاد، فقط بر ما طلبه ها صدق می کند، بر علما و روحانیون. چرا؟ چون در این دنیاش مشاغل زیاد است، از تجارت و انواع کسبه ها، از کشاورزی و صید و قضا و قضا، از صنعت و قضا، همه شغل ها. و در حقیقت
تنها شغلی که میتوند ذاتش اعزاز دین خدا باشد، ذاتش در حقیقت استنصار علی اهل الکفر باشد، راه طلبگیست. یکی راه طلبگیست، یکی هم مسئله پاسداران و نیروهای ارتش که در رکاب ولی امر باشند و میتونن اینها این زحمات خودشون رو، جانبازی های خودشون رو فقط برای اعزاز دین خدا و در جهت مقابله با کفر قرار بدن. این دو شغل فقط میخوام عرض بکنم که میتوند مقدس باشد. البته شغل طلبگی به مراتب مهمتر از اون است، چون این انسان ساز است. یعلمهم یزکیهم یعلمهم الکتاب والحکمه قل ما اسألکم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. من پیامبر اجر نمیخوام از شما ای مردم، مگر یک کسی رو تربیت بکنم که اون شخص تربیت شده در مکتب من، با دست من، با تدبیر من، با تعلیم من، تزکیه من، شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا و او راه رب را پیدا بکند و هیچ چیزی رو در مقابلش رادع نبیند و جان رو به سادگی و جان شیرین خودش را با شیرینی، با عشق و علاقه و اختیار و محبت نثار دین تو کند. بعد مثل حججی ها رو، مثل قاسم سلیمانی ها رو که اینا تربیت شدگان علمای ربانی هستند، فقهای ربانی هستند و امثال جوانان، جوانان اهل معرفتی که ما در 8 سال دفاع مقدس داشتیم، بهترین جوانان این مرزبون بودند، با معرفت ترین جوانان این مرزبون بودند، با نجابت ترینشون، با ادب ترینشان، آب ترینشون، زاهد ترینشون بودند. خب اینا تربیت شده های کی بودند؟ تربیت شده های علمای ربانی بودند. الناس و ثلاث عالم ربانی متعلم علی سبیل النجات و همج رعا. اینا متعلم علی سبیل النجات بودند که هم خود را نجات دادند از چنگ شیطان و هوای نفس و از زلالت و گمراهی، و هم امتی را از چنگال طاغوت نجات دادن. اینا اهل نجات بودن. اینا رو کی تربیت کرده؟ همانانی که پا در سبیل و در راه رسول خدا قرار دادن، یعنی مبلغین دین خدا، مبینین دین خدا، معلمین دین خدا، متعلمین دین خدا. پیامبر تمام زحمات خود رو برای اعزاز دینش کشید که چنین مقامات و درجاتی پیدا کرد. اگر نبود این هدف اعزاز دین و فراهم آوردن و استنصار عده و عده علیه دشمنان دین، این مقامات رو پیدا نمی کرد. امام سجاد علیه السلام این همه اوصاف از سختی های پیامبر در فقرات مختلف بیان کرد، فرمود همه اینها در این جهت بود، یعنی همه این سختی ها می ارزید و ارزش خود را در راه این هدف پیدا کرد. این هدف، اگر طلبه این هدف تمام ثوانی عمرش، ثانیه ثانیه عمرش نسب العین او باشد و جز اعزاز دین خدا چیزی نشناسد، هرگز غیر از اعزاز دین خدا چیزی نشناسد، تمام سختی ها تحمل بکند، جسارت هایی که بر رسول خدا شده، ما عشر اعشار این رسالت، این جسارت ها رو به ما نکردن هنوز، ولی پیامبر با اون مقامش چه جسارت هایی که به اون میکردن، همه اینا رو تحمل میکرد. دیار غربت،
جاهایی برای تبلیغ میرفت که اصلا هیچ بوی وطن نمیداد، ولیکن در مقابل این اخلاصی که داشت، این زحمتی که میکشید، چقدر مورد اهانت قرار میگرفت، اما تحمل میکرد، خیلی راحت براش، با سخت نبود. تا اینکه اونقدر سختی تحمل میکرد که خدای تعالی فرمود چرا خود این رو به زحمت میندازی؟ ما انزل الله الیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که این همه خود رو مشقت بندازی. یعنی حتی جای دیگه فرمود که اگر اینا ایمان نیارن لعلک باخون نفسک، این سختی میدازی شاید جان خودت مدر بدی، از دست بدی. یعنی خدای تعالی او رو منع کرد از این همه سختی بر خود وارد کردن. ما چه سختی تحمل میکنیم؟ چقدر باید آماده باشیم برای سختی ها؟ اندازه آمادگی ما برای تحمل سختی ها به اندازه اون معرفتی است که نسبت به هدف خودمون داریم، که اگر چنانچه اون هدف رو بشناسیم به همون اندازه میتونیم این سختی ها تحمل کنیم. رسول خدا شناخت، اعزاز دین خدا رو شناخت که چه ارزشی دارد و چقدر می ارزد که همه سختی ها رو برای اعزاز دین خدا تحمل کرد. در نظام مقدس جمهوری اسلامی که مسئول نظام جمهوری اسلامی، مسئولین نظام جمهوری اسلامی در رده های مختلف، تنها چیزی که باید برای آنان بیارزد، ارزش داشته باشد و تمام زحمات اینا رو ارزش بدهد فردای قیامت در نزد خدا و رسول، فقط یک کلمه هست. اون یک کلمه چیست؟ اعزاز دین خدا. در مذاکراتی که میکنن با سران استکبار باید دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه اعزاز دین خدا نسب العینشون باشد که آیا این قرارداد را به این کیفیت ما داریم امضا میکنیم، آیا این به اعزاز دین خدا می انجامد. درس بگیریم ما از اسلاف خودمون، در درجه اول از رسول خدا، و لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. درس باید بگیریم. اگر نگیریم که ما نظام اسلامی رو هدایت نمی کنیم و اداره نمی کنیم. اگر این اعزاز دین خدا نسب العین ما بود، تمام قراردادهای ما، معاهدات ما باید به اعزاز دین خدا بیانجامد، نه اینکه مستمسکی باشد برای سران طاغوت اروپایی و آمریکایی و صهیونیستی که اینها از بند برجام بتوانند به نفع خود استفاده بکنند و علیه ما اقدام بکنند. چرا به این صورت در آمد؟ قرار بود که نرمش قهرمانانه داشته باشید. چطور شد به این صورت در آمد که به فرموده به اقرار و اذعان مکرر مقام معظم رهبری که گفتن که اینا به گونه شما عمل کردید و نوشتید که دشمن دارد استفاده میکند از این، نرمش قهرمانانه کجا بود؟ یک انفعال است که این گونه تصویر کردید و این گونه نوشتید. خب من نمیخوام مصادیق تعیین بکنم، در تمام ادارات، در تمام وزارتخانه ها، در تمام امور، اگر چنانچه اعزاز دین خدا بود، خداوند برکت میدهد. من از این کلام امیرالمومنینه، من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. کسی که بین خود و خدا اصلاح بکند، خدا ضمانت کرده است که بین او و مردم اصلاح بکند، مردم شیفته او بشن. اصلاح بین خود و خدا به چیست؟ به اعزاز دین خدا، که خدا بداند او عالم به سر و خفیات است و از ما هم نشانهای بروز می کند، اعمال و رفتاری بروز می کند که آیا ما
داریم در سنگر مسئولیت حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت میکنیم، رفتار ما نشان میدهد که این رفتار آیا برای اعزاز دین خدا هست یا برای کیسه دوختن برای خودمون، برای صفت کردن منصب و مقام خودمون، کدومیشه؟ برای جناح‌گرایی و سیاست بازی های خودمون، برای بدبستان های سیاسی خودمون، کدومیشه؟ اگر خدای ناکرده غیر از اعزاز دین خدا و غیر از فراهم آوردن عده و عده علیه دشمنان دین خدا چیز دیگری در سر ما باشد، باختیم قضیه رو، خسرت دنیا و آخره شدیم. ما طلبه ها که درس خواندن من قال الصادق و قال الواقر هست، بیان آیات وحی الهی هست، تعلیم و تعلم دین خداست، سنت رسول خداست، سنت اهل بیت است، کاری غیر از این ما نداریم. خب اگر این کاری که انجام میدیم که دقیقا همون کار رسول خداست، رسول خدا چه میکرد؟ همین کارو میکرد، وحی رو برای مردم تبیین میکرد، دعوت به دین خدا میکرد، تبلیغ میکرد، تعلیم میکرد، تزکیه میکرد. خب ما همین رو داریم الان. اگر ما اون هدف رسول خدا در تمام وجود ما نباشد و در رفتار ما ظاهر نشود، ال ایمان ما وقر فی القلوب و صدقت الاعمال، اعمال ما گویای ایمان درونی ما نباشد و انگیزه ما نباشد، ما باختیم، ول معطلیم، خسرت دنیا و آخره شدیم. خسرت دنیا هستی میخوام، معلومه که در این طلبگی نپودیست، نپدهیست، نه هیچی هیچی، با سختترین شرایط معیشت فقط قشت طلبه های محصل دارن زندگی بکنن، این خسرت دنیا میشه. خسرت آخره میشه برای اینکه او اصلا نمیدوند برای چی درس میخوند، در ذاتش چیه. اگه خدای ما کرده اگه ما اون هدف برای ما ترسیم نشد، ما باختیم قضیه رو. اگر ترسیم شده باشد، برای این باشد، شما بدانید، مطمئن باشید، چیزی که میگم علم وجدانی دارم بگید، فقط حصولی تحصیلی نیست، علم وجدانی است. آنچنان ذهن شما روش میکند که هیچ مطلبی رو نیست ببینید مگر اینکه در درجه همون نخست برای شما حل آسان، سرعت درس خواندن شما ده ها برابر خواهد شد و تعمیق فهم شما ده ها برابر خواهد شد، تأثیر کلام شما ده ها برابر خواهد شد. اینا همه ناشی از این انگیزه درونی شماست که اگر هیچ هدفی جز اعزاز دین خدا در ذات شما نباشد، سختی ها رو به جان تحمل میکنید، با پوزخنده های دیگران، مسخره دیگران، یا غضب دیگران، تشر دیگران، بیوفایی و بدعهدی دیگران، بی‌اعتنایی دیگران که مواجه بشید، همه اینها رو به راحتی شما در خودتون با خودتون خریدارید. چرا؟ چون میدونه میارزد. چطور رسول خدا پیامبر ما این همه زحمات رو تحمل میکرد؟ چه چیزی وادار میکرد او رو تحمل بکند به راحتی؟ برای اینکه در جانش جز اعزاز دین خدا نبود، اعزازن ارادت منه، اراده کرده بود، قل هذه سبیلی ادعو الى الله انا على بصیرت انا و من اتبعنی، میشناخته داره چیکار میکنه، میدانست، بصیرت داشت، قدر اعزاز دین خدا رو میدانست، قیمت و ارزش اعزاز دین خدا رو میدانست که رمز رستگاری مطلق مسئله اعزاز دین خداست، که جز برای اعزاز دین خدا حرف نمی زد، جز برای اعزاز دین خدا تحمل سختی ها نمی کرد. ارادت منه یعنی اراده داشت، اراده داشت، ارادش اراده قطعی مثل اراده های واهی ما نیست، اولوالعزم بود. خدای تعالی و عزیز انبیا سرزنش می کند ولم نجد له عزما، اما او نه، او اولوالعزم بود، اراده داشت، ارادتن منه، اراده چی؟ حالا اگه اراده بخواد داشته باشد، همه
زندگی خودش رو میخواد در راهش نثار بکند، خوب است که مرادش مراد عالی باشد. بیارزد هیچ ذره احساس خود رو نکند که هیچ، بلکه کلش رو احساس استفاده با رستگاری و فلا بکند. ارادتا منه لإعزاز دینک و استنصارا على اهل الكفر بک. همت او کاملا بر این بود که در جهت اعزاز دین خدا، دشمنان دین خدا، سران استکبار، ائمه طواغیت رو مقابله بکند. اگر کسی مسئولی در ذاتش، در رفتارش، در کردارش اراده مقابله با کفر جهانی نداشته باشد، غضب نداشته باشد نسبت به استعمار و استحمار و استکبار سران استکبار، او معلوم میشد که تمام زحماتش برای اعزاز دین خدا نیست، برای اعزاز دین خدا نیست. محک مسئولین نظام جمهوری اسلامی که آیا اینا برای اعزاز دین خدا زحمت میکشن یا نه، در این است که ببینیم چقدر نسبت به ائمه کفر بغض دارن، چقدر نسبت به سران استکبار حساسیت دارن که به هیچ وجهی حاضر نمیشن که ذره باج بدن به سران استکبار، و با تمام قوت در صدد این هستن که عده و عده فراهم بکنن و مقابله بکنن و بیستن در مقابل سران استکبار. اگر این رو ما در یک مسئول دیدیم، معلوم میشه به همون اندازه او خالص برای اعزاز دین خدا دارد زحمت میکشد. نسأل الله سبحانه و تعالی ان یجعلنا ممن لا یرید فی مساعیه الا اعزاز دینک یا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.